شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان در این حال با متهم کردن محمد اشرف غنی رئیس جمهور به قانون شکنی، اقدامات فراقانونی، اعمال سلیقه‌های شخصی در روند کار دولت و مداخله غیرقانونی مشاورین رئیس جمهور در امور دولتی از او خواستند به این روند پایان بدهند. این ائتلاف گفته است به منظور جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و اعاده اعتماد ملی، اجلاس برای تبیین راهکار آینده تصامیم اتخاذ کردند. الف برای مدیریت بحران فعلی کشور و ارائه راهکارهای بعدی، شوراهای متشکل از رهبران ترس اول جریانهای یادشده تحت نام شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان تشکیل می‌دهد. ب تعداد اعضای شورای عالی ائتلاف برای فعلا 30 نفر که از هر جریان 10 نفر و در آینده قابل توسعه می باشد. جیم اتحاد و یا همکاری با ائتلاف ها و جریان های سیاسی مؤثر دیگر کشورها با مشورت و تفاهم شوراهای عالی ائتلاف تصویب می گردد. دال شورای عالی ائتلاف برای پیشبرد امور مربوطه تعداد 8 کمیته و یک برد سخنگویان و یک دفتر مرکزی در کابل ایجاد می نماید. در همین حال معاون سخنگوی ریاست جمهوری به شکلگیری این ائتلاف واکنش نشان نداده است. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری گرچه اشاره به شکلگیری این ائتلاف نکرده، اما در صفحه فیسبوک خود نوشته است: نقصه های کونه شفا بخش نمی باشد. طرح بدیل مناسب می تواند در عبور از مشکلات کمک کند. ما از هر گامی که در راستای منافع ملی و آبادانی کشور باشد استقبال می کنیم. مردم کشور با حافظه تاریخی که دارند وضعیت دشوار گذشته را به یاد دارند. شرایط جاری کشور ایجاب می کند تا با اجماع سیاسی از یک سو به اصلاحات و بهبود امور کمک نموده و از طرف دیگر با اتفاق هم در برابر دشمن مشترک مقابله نماییم. گفتنی است که شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان به زودی در کابل اعلام موجودیت خواهد کرد.